مداد رنگی. کلاس دوم از آموزش مداد رنگی رو شروع میکنم. توی این کلاس هم یک پورتره یک چهره رو کار میکنم در نمان سرخ. توی هر کلاس من آموزش مداد رنگی یا تکنیک های دیگری مثل پاستل ها، مثل زغال و دیگر تکنیک ها براتون کار خواهم کرد. فعلا توی مداد رنگی متمرکز هستیم. توی هر قسمت مروری خواهم داشت به طراحی بیسیک و پایه‌ای چهره، از روی چهره اگر چهره بود، آناتومی هم که توی آموزش همون جدیدن شروع کردم، آناتومی هم به تکنیک مداد رنگی در آینده اضافه خواهد شد. یک خبر خوب دارم برای دوستانی که عزیزانی که کنکور هنر دارن برای آزمون عملی هنر، این دوستان باید حتما دوره‌های خیلی خوبی رو از طراحی طی بکنن، شناخت خیلی خوبی از آناتومی و چهره داشته باشن و بتونن به خوبی کار بکنن، تناسبات رو بلد باشن. در کلاس‌های آینده، آموزش‌های آینده، من تمرکز می‌کنم روی این قسمت، که البته آموزش‌های قبلی من هم با تمرکز بر چهره شروع شد، می‌تونه بسیار مفید باشه برای دوستان. توصیه می‌کنم آموزش‌ها رو، این کلاس‌ها رو حتما به دقت ببینید، تا آخر ببینید، سعی بکنید چندین بار ببینید و تمرین بکنید. اگر هم هر سوالی داشتید حتما توی کامنت ها برای من بنویسید، من سر فرصت پاسخ خواهم داد. شما میتونید به صورت رایگان از ویدیوها استفاده بکنید. فقط انتظار من از شما اولا برای یادگیریتون تمرین و ممارست هست، پیگیری ویدیوها و تمرین هر روزه شما و اینکه سابسکرایب بکنید کانال من رو. اگر دوست داشتید مفید بود ویدیوها براتون، لایک بکنید. خب شروع یک کار مداد رنگی باز با اتود 15 شروع میکنم. اتود مداد شروع میکنم تر اولیه رو و بعد رنگ ها رو کم کم میدم با این رنگ بینابین رنگ ها رو شروع میکنم و کم کم رنگ ها رو اضافه میکنم. این ویدیو دیگه کلاس دوم از آموزش مداد رنگی هست. همچنان که تو ویدیو قبل توضیح دادم، مداد رنگی میتونه به شیوه های خیلی متنوع و مختلفی
تا قسمت بالای سینه کار شده، دوره شده به قسمت موها، ابرویی چشم تعیین کننده مسیر نگاه، محل قرار گیری گوش، حد فاصله زیر بینی و ابرو، دیگه کم کم میتونم خطای اضافی رو پاک بکنم و پاک کن و دیگه وارد مرحله رنگ‌آمیزی بشم. چون این عینک در حال روی چهره میشینه، من تصمیم گرفتم که بعد از طراحی بیس چهره این عینک رو کار بکنم، چون اگر همون اوایل کار رو انجام میدادم طراحی عینک رو احتمالا با ساختار صورت در حال یک فرم دیگه بود به هم میخورد محاسبات مصور. دلیل اینکه عینک رو برای مدلم انتخاب کردم که باشه، چون به هر حال بافت دیگه ای، بافت کاملا متفاوتی با صورت داره، با پوست و مو داره، به هر حال شیشه است و پلاستیک، این نشون دادن جنسیت و بافت خواسته اینک رو هم خواستم ببینی. ولی تو همچین موقعی که اگر شما هم خواستی کار بکنید مدلتون با اینک بود، مخصوصا دسته های اینک خیلی مهمه که با هم دیگه موازی باشن. سیر موازی رو تیه بکنم. جزئیات بیشتری رو روی عینکم کار نمی‌کنم. اضافات رو با این پاکن متدی می‌گیرم. خب شروع رنگ‌آمیزی با یک رنگی که نه زیاد تیره و نه زیاد روشن باشه بهتره که شروع بشه و از جاهای نسبتاً تیره شروع میکنیم، به خاطر اینکه سر این قسمت های تیره که مشخص میشه یه نوع میشه گفت که طراحی سر روشن هست، ولی مشخص میشه که کدوم قسمت ها تیره هستن، کدوم قسمت ها روشن هستن و حجم کارم زودتر خودشون نشون میده. این ریتم برای شروع کار خوبه، نه زیاد سریع و نه زیاد آرام.